خود را از زمانی می شناسم که هنوز پدری عزیزم را به سیری ندیدم، از او جدا و سر و پا از آسمان زمین کنده دیدم. کوه و دره مرا با آغوش گرفت و با سحر و جادوی اندکی هم باشد از این غم رها کرد. ولی داغی که به دل نشسته بود هنوز هم باقی است. گویی که غم و شادی، تاریکی و روشنایی، مرگ و زندگی با هم توأم، گاهی تولید و گاهی محو می شده است. در خانه جهان من دو نوری روشنایی همیشه با تاریکی در نبردی بی امان بوده، خاصه در تئاتر. تئاتر صحنه جولان من تلقین نیکی جاویدان راست. مرادم این بود که خلق عزیزم که گاهی با خود و گاه بیگانه از خیش است تا بداند چی نیک است و چی زیشت. آیا توانستم؟ آیا دیگران نمی توانند؟ ولی یک چیزه که اندکی هم باشد مرا تسلی می بخشد. شاید آن تخمی نیکی را که گذشتگان عزیز و معتبری ما کاشته بودند اندکی هم باشد پروریش کردند. بخت دست داده باشد. معلوم شد که هیچ معلوم نشد. می دانم که بعد سری شما هم فاتحه و ختم و دعا می ماند. خدا رحمت کند می گویند. ولی این نوبی زبانی است و یا از تحت دل؟ عاقبت روزگار انسان چنین است. رحمت یا اگر کسی تواند که انسانی را از کردار زیشت آگاه سازد، قدرتی داشته باشد که پیروزی عدالت و حقیقت را تأمین نماید تا که به نفس انسانی دیگر پای نگذارند، او بی‌شبه خوشبخت است. انسان آفریده ناز پروردی خداوند است. هر کسی را به صورت، سیرت، قدرت، حکمت آفریده است. هر یکی ما حق داریم که در این جهان زندگی بکنیم. ولی حق نداریم که بر رسامت هم زمینان، بر رزق هم زمینان زامین باشیم. زامین.